البته چهره خیلی زیبایی نیست. مرسی، شما لطف دارید، ولی بگم این رو من میگم که هر وقت در مورد اشرف حرف میزنم ناچارم شاعر میشم، به خاطری که با بیان ساده و معمولی، با متن معمولی نمیشه بیان کرد که واقعا فرا تصور و توان انسانی یک شکوه و عظمت و اقتدار انسان بودن رو و همین در مابده. من اتفاقا میخواستم اینجا در ارتباط با همین موضوع از حرفه خودتون کارگردانی سوال کنم. شما عکس و فیلم های زیادی میگیرید، از تصاویر مختلف تظاهرات ها، آکسیون ها میبینیم اتون در حال عکس گرفتن و فیلم برداری. تون اشاره کردین اونجا به یک تصویری که دیدید از اون خارجی های هوادار مقاومت که گریهشون گرفته بود یا عشق عشقشون در اومده بود. میخواستم به اون بگین زیباترین صحنه‌ای که به نظر خودتون ثبت کردید از همین تظاهرات ها و اکسیون ها چه صحنه‌ای بوده؟ آیا خاطرتون هست صحنه مشخصی؟ من ببینید سالیان سال، یعنی که من اصلا بدون دوربین نمیتونم قدم بزنم، همیشه دوربین با همه و همیشه سعی میکنم ثبت بکنم و شاید نزدیک 1,000,000 تصویر گرفته باشم. اما بذارید اول تکان دهنده ترین تصویری که من گرفتم که توی فیسبوک هم میتونید ببینید، تصویری بود که توی تظاهرات اخیر هموطنان جلوی کاخ سفید موقع دیدار اوباما تظاهرات 12 دسامبر. بله، اون زمان یه برنامه اجرا شد که صدای اون فیلم هایی که به شبکه های عمومی فرستاده میمد و بعد 47 نفر به عنوان 47 شهید دو حمله نیروهای عراقی به زمین افتادند و بعدم یه عده زیادتری پشت سرشون به عنوان کسایی که مجروح شدند. واقعا این صحنه من مشکل داشتم که جلوی اشکامو بگیرم و به کارم بپردازم، چون فوکوس نمیتونستم ببینم وقتی اشک توی چشمامو حلقا میزن و این صحنه خیلی من رو تکون داد و خیلی لرزون. بله صحنه خیلی تکان داد. واقعا شما نمیدونید که من میدیدم که اون کسایی که به اصطلاح نقش شهدا رو بازی میکنن خودشون سر و پا شورن و بسیاری از اینها گریه میکردن، حق گریه میکردن و واقعا در مقابل اونم ببینید صحنه خیلی سمبولیک بود، چون جایی داشت برگزار میشد که خود جلاد با قدرتمندترین مرد جهان که میتونست جلوی این جنایت رو بگیره این رو به نمایش در میبردن و یک لحظه چون یه سری از سیاستمدارام اونجا بودن برگشتن و یه چند تصویر از سیاستمدارای آمریکایی گرفتم، چون به هر حال واکنش در مقابل این به اصطلاح یک طرفه کار، یه اکشن هست، یک به اصطلاح نمایش هست، بعد تأثیر اون روی افراد. از چند نفر عکس گرفتم از جمله رابرت تورسی و کسای دیگه که این به این صحنه نگاه میکردن و خب چند قدمی اونها مالکی و اوباما داشتن با هم حرف میزدن و یه احساس شرم بسیار بسیار بزرگی در اینها احساس میشد که من دوربین رو فقط دیگه طرف نگرفتم، به طرف دیگه گرفتم. نباشید صحنه خیلی زیبایی بود. چون شما این صحنه رو یادآوری کردید، منم همینجا قبل از اینکه سوال بعدیمو بکنم از اتاق فرمان میخوام که این تصاویر رو که ما داریم آماده کنن که بعد در فرصتی در همین برنامه ببینیمش. اما سوال بعدیم باز در مورد همین کار تصویر برداری، عکس و فیلم گرفتنه. آیا صحنه ای هم بوده آقای قدرخواه که شما نتونسته باشید ثبت کنید؟ زیباترین صحنه ای که به نظر خودتون نتونستین ثبت کنین چی بوده؟ یا اونطوری که میخواستین نشده؟ من یه تصویر
که نتونستم من موقعی که 17 جوان اتفاق افتاد توی این مدتی که خانم رجبی در زندان بودند و اون زمان دوستان عزیزی که بعضا خودم شخصا میشناختمشون تبدیل به شعله های آتش شدند، تا اون زمان خیلی مسئله بود دیگه. من اون زمان یک سایتی داشتم به نام ایران آزاد یا ایران لیبرتی که این تنها سایتی بود که اون زمان از مقاومت حرف میزد. همه افتاده بودن به جان مقاومت، در حالی که چیز من وظیفه خودم میدونستم. اون زمانم پیشرفت اینترنت اونطوری نبود یا اطلاعات سریع من اونطوری نبود که بله من مرتب 1000 کیلومتر یا حدود 900 کیلومتر میرفتم. این عکسایی که از چیزای مختلف بود میگرفتم و باز شتابان برمیگشتم. خیلی خطرناک بود چون واقعا